سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و 7 شب به وقت اروپای مرکزی به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. پیشتر خبر داده بودم که هر دوشنبه از این پس برنامه تفسیر خبر ویژه بررسی آخرین خبرها در عرصه حقوق بشر در ایران، یا بهتر است گفته شود نقض حقوق بشر در ایران. آنچه که در این هفته گذشت، محکومیت‌ها، تبعیدها، اعتصاب قضاها، شکنجه‌ها و قطع دست به عنوان قانون، مشابه آنچه که داعش در سرزمین های دیگر انجام میدهد در ایران قانون است: قطع دست و سنگسار. در بخش نخست برنامه خانم مهوش الاسفندی با من و شما هستند. مادر ایران، مادر محمد و عبدالله، دو فرزند رشید و نازنین ایران که اعدام شدند. محمد رضا حبیبی، دادستان اصفهان، به وقت اعدام دو جوان رشید ایرانی، محمد و عبدالله فتحی، خبر از اجرای عدالت ولایت فقیه داده بود و اکنون محمد رضا حبیبی با سرفرازی خبر از قطع 5 فقره، به گفته او 5 فقره قطع دست یا ید در اصفهان پی خواهیم گرفت. نقض حقوق بشر در ایران با من و شما هستند خانم مهوش الاسفندی در نیمه نخست برنامه. تا لحظاتی دیگر. من این نکته رو پیش از سلام گفتن به خانم الاسفندی بگم که خانم مهوش الاسفندی بنیانگذار نهاد مادران علیه اعدام نیز هست. سلام به شما و خوش آمد از سوی بینندگان. من هم درود دارم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و همه هموطنانم در سراسر دنیا. خانم الاسفندی، همه عرصه‌ها متاسفانه خبرها از ایران خبرهای خوشحال کننده نیست. با آقای حسانلو در عرصه کارگری صحبت میکنیم، دیگه خواهش میکنیم به اصرار خبر خوبی به ما بدیم. اینه که نهایت خبر خوبی که دارن این هستش که خوشبختانه کارگران با بخشی از خواسته هاشون تامین شد. در عرصه نقض حقوق بشر مهمترین خبرهای هفته گذشته رو از شما میشنم خانم الاسفندی. بله، متاسفانه دولت ناکارآمد جمهوری اسلامی و کلن سیستم قضایی جمهوری اسلامی هیچ وقت خبر خوبی نداره برای ما و مردم ایران. و اون چه که قصد ما این بود که برنامه رو ادامه بدیم، من قبل از هر چیز بابت اتفاقی که هفته گذشته افتاد و من نتونستم برنامه رو ادامه بدم، از شما و بینندگان عزیز پوزش میخوام. ولی در رابطه با ادامه دادن بحث هفته گذشته، ما دوشنبه هفته گذشته بعد از اینکه برنامه با ایران رو
به اصطلاح انجام دادیم، بعد از اون یک برنامه داشتیم در رابطه با جریان جنایات و کشتار دهه 60 که توسط جمهوری اسلامی در کمال سکوت و بیخبری انجام شده بود و چیزی که در واقع مبارزین واقعی خارج از کشور از دنیا و مجامع بین المللی و دولت‌ها خواستار بودند این بود که بیان این جنایات رو در واقع بپذیرن و قبول بکنن که این اتفاقات توسط جمهوری اسلامی انجام شده. و در رابطه با این اتفاقی که افتاد این بود که سال گذشته دولت کانادا این جنایات رو تایید کردن و در پارلمان دولت کانادا یک دقیقه سکوت به خاطر اون جان باختگان دهه 60 و اون کسایی که کشته شده بودن انجام شد و این روز اول سپتامبر اعلام شده به عنوان حمایت از زندانیان سیاسی درون ایران. و ما اون شب یک برنامه داشتیم و در میدان ملسمن و اونجا عکس ها و تصاویر کشته شدگان دهه 60 رو ما بردیم و در معرض دید عموم قرار دادیم. و چیزی که خیلی توجه رو جلب میکرد اون برخوردی بود که افرادی که در واقع ایرانی نیستن و اینجا ساکن هستن و خود کانادایی ها با این جنایات داشتن و خیلی خشمگین شدن. و حتی چیز جالبی که از نظر من بود یکی از اون افراد این بود که اون اومد برنامه رو از دست ما گرفت، یعنی خیلی هیجان زده میگفت که اینا رو باید داد زد، باید صحبت کرد راجبش، باید فریاد زد، باید به مردم نشان داد. و اون عکس ها رو گرفته بود و نشان میداد به مردم، یعنی در واقع اون کاری که به عهده ما بود ایشون داشت انجام میداد. و خیلی چیز جالبی بود. و اونجا من اشاره کردم به جنایات جمهوری اسلامی و گفتم که اگر ما بحث امروز ما جنایات داعشه، جمهوری اسلامی از 35 سال پیش در بد به ورودش این جنایات رو انجام داده، اگر داعش الان با ماسک در صحنه حاضر میشه و این جنایات رو و این کشتار رو انجام میده، جمهوری اسلامی با کمال وقاحت و بیشرمی و بدون ماسک اون موقع در صحنه حاضر میشد و این جنایات رو انجام میداد. ما این رو به معرض دید و نمایش عموم قرار دادیم و در واقع پرداختیم به این جنایاتی که ما الان چیزی رو به نام داعش مثل یک لولو به قول خودمون به ما دارن نشون میدن که اگر شما هر کاری بکنید امکان داره داعش بیاد که از اینا بدتره. من میخوام بگم جمهوری اسلامی همون داعش سابقه. خب این نکته رو که اشاره کردن خانم الاسفندی که بدتر از خود نشون دادن برای اینکه به همین که هست اکتفا بشه، این موضوعی است قابل بررسی، به خصوص برای بسیاری که در عرصه سیاسی هر وقت وقت انتخابات میشه میگن به هر حال انتخاب بین بد و بدتر است. یک نوع دموکراسی در ایران اختراع شده که در نوع خودش قابل تأمل و توجه هست، همین انتخاب بین بد و بدتر که نه چند گاهی مردم پای صندوق های رای میرن و بالاخره روحانی بهتر از غیر روحانی است، غیر روحانی بهتر از اون یکی روحانی است و از این که یه زمانی میپردازیم. اما نکته برخی از بینندگان ما احتمالا در نشنیدن یا در جریان نیستن، خیلی بعید میدونم اینقدر ابعاد این جنایت گسترده بود که همه نسل ها و خارج از ایران هم آگاه شدن. کشتار دهه 60 اشاره به کشتار زندانیانی است که دوره محکومیت خودشون رو میگذروندن و بیش از 3000 نفر تا 12000 نفر و حتی بیشتر هم گزارش شده، دست کم 3000 انسان که دوره محکومیت خودشون رو میگذروندن در زندان ها به فتوای آیت الله خمینی تیرباران اعدام شدن. اکثریت اونها سازمان مجاهدین خلق ایران بودن و گروه های دیگه. پیش از اون کشتارهای دهه 50 رو ما داریم که از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد، کشتن هر یک انسان به هر حال به نحوی کشتن همه انسان ها میتونه محسوب بشه، یعنی در خودش بطن
این اقدام یعنی یک تهدید بالقوه علیه بقیه وجود داره که همه میتونن در معرض اعدام باشن بر اساس احکامی که وجود داره در حکومتی مثل ایران. فارغ از فکر و اندیشه هر محکومی، آیا بنیاد نهاد مادران خانم علا اسفندی علیه اعدام علیه این نیست؟ این مرزبندی ها قطعا وجود نداره که چه افکار سیاسی داشتن چه افکار سیاسی نداشتن، اینا نیست. چون متاسفانه در ایران پس از انقلاب چنین بود، سالها چنین بود. اگر کشتن گفتن تیمسارهای زمان شاست مسئله ای نیست، او را هم کشیدن. بعدها خود همین افراد بسیارشون اعدام شدن یا ناگزیر شدن به کشور مهاجرت کنن. آقای علی اصغر حاجی جوادی از کسانی بود که با صدای بلند کف زد برای اعدام های پشت بام علم. پرسش من این هست، آیا انگیزه یا ختمش سیاسی اعدام شدگان برای نهاد مادران علیه اعدام تفاوتی میکنه یا اون موضوعی نیست؟ خیر، قطعا اینطوری نیست. یعنی ما چیزی که داریم مرتب راجع بهش صحبت میکنیم که اعدام نباید طبقه بندی باشه، اعدام نباید مرحله بندی باشه، اعدام نباید گزینشی باشه. کلن بحث جان انسانه، نجات بشریته. همونطوری که خودتون هم فرمودید جناب چارلنگی، وقتی که اعدام یک نفر، وقتی که جان یک نفر گرفته بشه، یعنی جان کل بشریت در خطره. و این مطلبیه که ما باید شدیداً باهاش مبارزه کنیم و جلوی اعدام ها رو بگیریم به هر دلیل. من هفته قبلم خدمتتون عرض کردم که اعدام راه حل هیچ چیزی نیست. ببینید، ما توی مثلا شما در رابطه با همین کار قصاصی که دارن انجام میدن، مثلا یک نفر حالا آگاهانه یا ناآگاهانه تحت شرایط خاص، تحت شرایط ویژه و یا به هر دلیل تحت شرایط روانی دست به یک قتل میزنه، چه عمد چه غیر عمد، اون شخص رو وقتی ما میایم دوباره اون حکم ما در مورد اون اعدامه که معمولا به قصاص هم مربوط میشه و میسپرن دست خانواده مقتول، ما میایم اون رو میکشیم، آیا واقعا ما مسئله قتل رو از بین میبریم با اعدام؟ مسئله جنایت رو از بین میبریم؟ جنایت جنایته، هیچ فرقی نمیکنه چه با مجوز چه بدون مجوز. من یک پرسش بکنم، آقای محمد رضا حبیبی دادستان سابق اصفهان، این سمت ها خوب برحال دادستان منجر به قتل و کشتن فرزندان شما شد، شما در مقام یک قاضی چنانچه باشی یا در مقام یک شاکی، آیا باز خواستار عدم اعدام ایشون هستید؟ مخالف اعدام ایشون هستید اگر حکم اعدامش داده بشه در یک دادگاه دیگر؟ به عنوان یک قاضی که نه، به عنوان یک انسان که فرزندانش رو، تنها دو فرزند پسر داشته، حالا یا یک حتی یکی هم داشته باشه، به عنوان کسی که حکم قتل فرزندانش رو دادستان حبیبی داده و اونجا شما اگر ببینید تو مراسم خاکسپاری اون فیلمی که هفته گذشته خودتون پخش کردید، من از همونجا به عنوان شاکی خصوصی آقای دادستان حبیبی اعلام جرم کردم. ولی این دلیل نمیشه که من بگم که دادستان حبیبی باید اعدام بشه. اعدام اصولا اعدام یک جنایته. من میگم که جنایت رو با جنایت نباید پاسخ داد به هیچ طریق و به هیچ دلیل. نهاد مادران تمام هم و سعی و دستور کارش و برنامهش اینه که با اعدام مخالفت بکنه. من هفته گذشته هم گفتم، همیشه گفتم و خواهم گفت، من حتی قاتلین فرزندانم رو هم خواستار اعدامشون نیستم. ببینید، به هر دلیلی ما وقتی که بخوایم جان یک نفر رو بگیریم خود به خود ادامه پیدا میکنه و در واقع
واقع این دور و تسلسل باطله، ما دور خودمون میچرخیم. این اعدام ها اگر ادامه پیدا بکنه مثل یک زنجیره و باید دنبال هم بیاد و هیچ فرقی نمیکنه. تمام. همین دادستان حبیبی اشاره کرده، گفته که با سرفرازی گفته قطع دست در اصفهان، گفته در مدت معینی رو اشاره کرده که 5 فقره ما داشتیم سارقین قطع دست داشتیم و بعد این اثر داشته در جامعه. خب این که اثر داشته خب کاملا معلوم هست، برای اینکه ما میبینیم از قضا هیچ اثر نداشته، روز به روز تعداد بچه که هست و دیز اثر ناچاری و فقری که وجود داره شاید دست به دوزی زده باشن. به هر حال برمیگردم به اون حرف شما، اون چی که در داعش انجام میده در ایران قانون هست، قطع دست، منتها جلو دوربین انجام نمیده. داعش جلو دوربین انجام میده. دقیقا. سنگسار رو جلو دوربین انجام نمیده. ببینیم اثرش روی بینندگان چه هست. داعش چون اعتقاد کامل هم داره میاد سر انسان رو جلو دوربین میبره، فکر به این اعتقاد که داره حکم خداوند رو اجرا کنه. حالا این اعتقادیست بسیار منحط. بله شما ارجابیتون چیه؟ این دستگاه، اینو قضاوت چی هست اصلا؟ کلن من فکر میکنم جمهوری اسلامی اینجوری میخواد به نوعی ناکارآمدی خودش رو توجیه بکنه. شما ببینید این قوانین و مجازات اسلامی هستن که مشکل دارن. وقتی که شما اشاره میکنید به قطع دست، وقتی که جناب آقای حبیبی میان و به قول شما با افتخار اعلام میکنن که ما در سال گذشته 5 تا قطع دست داشتیم، شما حالا ببینید این توی یک شهر اصفهان بوده، حالا توی شهرهای دیگه و جاهای دیگه چندین مورد انجام داشتن. ولی من برمیگردم به یک نمونه بارزی رو که ما خودمون برای اون کمپین گذاشتیم در مورد آقای رضا سفری هست. رضا سفری شخصیه که در سن 26 سالگی دست به دزدی میزنه. در واقع حالا به قول شما اون مسئله نیاز بوده یا هر چه که بوده این کار رو انجام میده و بعد ایشونو دستگیر میکنن و 4 انگشت دستش رو اونطوری که طبق گفته خودش میگه که این انگشتای من رو 4 تا رو با هم با دستگاه قطع انگشت انجام ندادن و در واقع این انگشت ها رو دونه دونه قطع کردن و در حضور سایر زندانیان، یعنی جلوی بقیه زندانیان این کار رو انجام دادن. به خاطر چی؟ به خاطر عبرت سایرین. حالا این شخص دزدی کرده، باید انگشتاش قطع بشه که دیگران عبرت بگیرن و دست به این کار نزنن. و ایشون میگه بعد از مدتی که این کار رو انجام دادن و زخم من خوب شد و من مجازاتم رو گذروندم و در زندان گذروندم، توی این دوره ما کاری نداریم حالا چقدر سختی کشید، چقدر عذاب کشید، چه اتفاقاتی براش افتاد و یکی از افراد خانوادش رو از دست میده، بعد که این شخص با دست قطع شده برمیگرده بین اجتماع، میگه که اولین دیدی که نسبت به من عوض شد خانواده من بود، خانواده خود اون شخص، که شاید اون شخص به دلیل نیاز اون خانواده حتی دست به سرقت زده بود، دید خانواده خودش نسبت به اون شخص تغییر پیدا کرد. و بعد گفت که وقتی که رفتم وارد اجتماع بشم برای کار درست و صحیح، اون اجتماع منو با این دست پس زد، اون اجتماع منو دیگه قبول نکرد، به من کار نداد. شما ببینید این مجازات اسلامیه، میاد دست شخص رو قطع میکنه. چرا؟ چون یک جرم رو مرتکب شده. حالا شما انتظار دارید اون شخص این عبرتی که براش به وجود آوردید باید بعد از این چجوری زندگیش رو بگذرونه، چجوری به ادامه حیات بده؟ وقتی برمیگرده بین اجتماع، اجتماع اون رو با این دست خلاف کرده نمیپذیره، به اون شغلی نمیده برای گذران زندگیش، میگه 6 ماه تونستم دوام بیارم بعد از
بعد از 6 ماه میاد و این کاری که انجام میده دوباره دست به سرقت میزنه. بعد از 6 ماه دوباره که دست به سرقت میزنه و اون رو دستگیر میکنن، میبرن این دفعه 4 انگشت پای مخالفش رو قطع میکنن. میگه که یک سال طول کشید توی زندان تا بتونم راه برم با اون 4 انگشت قطع شده. من میخوام بگم که سیستم قضایی جمهوری اسلامی همین یک نمونه رو، حالا نمونه های دیگری که ما ازش اطلاع نداریم هیچی، اگر همین یک نمونه رو بخواد به عنوان یک قانون تثبیت شده و تایید شده و به عنوان اینکه عبرت بشه برای سایرین و جلوی سرقت رو بگیره، ما همین یک نمونه رضای سفری رو بگیم. اگر این قانون کارآمدی بود که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه، لااقل در مورد همین یک شخص باید نتیجه میداد که شما میبینید نتیجه نداده. اگر قانون کارآمدی بود تو این هزار و چند ساله باید دزدی در منطقه از بین میرفت دیگه. به هر حال دقیقاً این شبیه حسابی انسان میمونه. دقیقاً. اما وجه دیگه یک کمچین عدالت و دستگاه قضایی داستان محیطبانانی هست که محکوم شدن، محیطبانانی که خبرشو از شما میشنویم. ببینید، پیرو صحبت هفته گذشته در رابطه با کاری که جلال الدین فارسی کردن و به یک محیطبان شلیک کردن و بعد هیچ نوع مجازاتی برای ایشون در نظر گرفته نشد، نه تنها طبق قوانین خودشون، اون قوانین عصر حجری خودشون، نه تنها ایشون اعدام نشدن، بلکه بهشون حتی گفته نشد بالای چشمتون ابروه به قول معروف. ولی الان ما میبینیم 3 تن از به اصطلاح 2 تن از محیطبانان رو برای 3 بار حکم اعدامشون تایید شده. یعنی این محیطبانانی که در اون در واقع داشتن شغلشون رو انجام میدادن، نگهبانی از محیط زیست بوده، درگیری با شکارچیانی که انجام میدن، در درگیری منجر به قتل شکارچی میشه. حالا اینها رو حکم اعدامشون رو برای 3 بار تایید کردن که یکی از این اشخاص طبق این خبری که به دست من رسیده و ظرف این یکی 2 روز گذشته بوده، یکی از این اشخاص اسمش هست غلام حسین خالدی که این شخص الان برای 3 بار حکم اعدامش جاری شده و قرار اعدامش بکنن. از توی زندان مرکزی یاسوج به سر میبره و شکایت و گله‌ای که داره میگه که نه تنها هیچ کس پیگیری نکرده پرونده منو، نه تنها حتی از اون اداره محیطبانی پرونده منو پیگیری نکردن، بلکه از خانواده من خواسته شده که اگر این پرونده رو پیگیری کنی به ضرر اون محیطبان میشه. من میخوام بگم که این سیستم قضایی نه تنها یک تازه توی بکار بردن و اجرای اون قوانینش، بلکه میاد و اون خانواده ها رو فریب هم میده برای اینکه بتونه اونها رو اعدام کنه در کمال سکوت. میگه که خانواده ها کاری نکنن به ضررشون میشه. این اتفاقی که برای خود من افتاد، به من میگفتن اگه تو با صدا رادیوهای بیگانه که منظور مثل تلویزیون شما و تلویزیون‌های دیگر است، اگر با اینها تماس بگیری به ضرر فرزندانت هست. من میخوام بگم اگر این قانون صحیح و درستیه و قرار از جان انسانها و از حقوق انسانها دفاع بکنه، چه ربطی داره به این که آن خانواده بیان به حمایت اون کسی که زندانی هست؟ اگر این قانون کامله و نقص نداره، چرا باید ارجاعش بدیم به این که اگر شما بیای و از خانوادت دفاع بکنی به ضرر خانوادت میشه؟ و اون چه که پشت این قضیه خابیده و محیطبانان و اون مسئله رو خیلی حاد میکنه و خطرناک میکنه اینه که اون محیطبانان دیگه انگیزهی برای ادامه اون شغلی که دارن ندارن. یعنی در واقع فکر میکنن اگر بخوان برن و از محیط زیست نگاهبانی بکنن و یک درگیری و یک اتفاق اینجور بیفته و منجر به قتل خودشون و یا اون شکارچی بشه، هیچ کس از اونها حمایت نمیکنه.
این بخش قضیه نگران کننده هست که در رابطه با محیط بانان هست و باید بهش پرداخته بشه. امیدوارم در این باره در برنامه‌های آینده باز هم صحبت کنیم. اما خانم علاسفندی به نکته اشاره کردن که نوع عدالت جوری هستش که چرا نمیان با صدای بلند بگن این نکته رو، همون نکته‌ای که من هم اشاره کردم. خب اگر اعتقادی در میون هست، سنگسار رو چرا اجازه نمیدن فیلم برداری بشه، نشون داده بشه با افتخاری که همیشه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داشته؟ جوابی که شاید من براش پیدا کرده باشم این باشه، یعنی شاید بتونه جواب باشه، اینه که روحانیت شیعه حتی در مقام قدرت و بر مسند قدرت هم باز دستاویز تقیه رو داره، یعنی درباره عدالت خودش هم تقیه میکنه. دقیقاً. یعنی به هر حال این کاریش که انجام میده و دوگانگی هست وجود داره و به همین دلیل این چنین حکومتی شما میبینید از بی خدا گرفته، یعنی کمونیست گرفته تا درویش گنابادی رو در زندان خودش داره. این وسط شما حد سیر و سلوک سیاسی و عرفانی و غیر عرفانی هم بخواید درش هست در زندان های جمهوری اسلامی، از آقای کاظمنی بروجردی بگیرید تا نوکیش کشیش مسیحی در زندان. در درویش گنابادی خانم علاسفندی در زندان‌های اوین و نظام شیراز دست به اعتصاب زد، اعتصاب قضا. از شما می‌شنویم و همینطور آنچه که بر سر آرش صادقی آمده. آخه چطور میشه در یک نظام اسلامی درویش هم در امان نباشه؟ فهم میشه که ملایان شیعه هرگز میونه خوبی با درویش نداشتن. فهم میشه که حتی مولوی رو با منقاش میگرفتن که نجس نشن دستان به خون آلوده بعدیشون. بفهم ببینید، وقتی بحث یک حکومت دیکتاتوریه، وقتی بحث منیته، وقتی بحث اینه که فقط ما هستیم، اینه که نمیتونن کسای دیگر رو ببینن. همینطوری که خودتون فرمودید، ببینید آیت الله بروجردی مسلمان بوده، شیعه بوده. ما دوباره زندانیان عقیدتی داریم، دوباره اهل تسنن هستن، اونها هم الان تو زندانن و زیر حکم اعدام هستن، مثل شهرام احمدی که برادرش بهرام احمدی رو، اینها رو وقتی که دستگیر میکنن تا 6 ماه نمیگذارن هیچ اطلاعاتی به خانواده برسه. وقتی اونها رو، زمانی که مادر اونها میره برای ملاقات اونها، بهرام رو، شهرام رو که میارن ملاقات، میگه خب پس برادرت بهرام کو؟ برادرش بهرام 18 سالش بود. بعد میگه که بهرام رو نمیدونم، از زندانبان بپرسید. بعد که صحبت میکنن و میگن که پس بهرام کو، میگن بهرام 6 ماه پیش اعدام شد. ببینید اینها سنی بودن، چه کار کرده بودن؟ فقط مذهبشون، اونها که غیر مسلمان نبودن، مسلمان بودن. یا همین دراویش گنابادی، مگر اینا چیزی رو غیر از خدای اینها قبول دارن؟ بس اینه که میگن اون چیزی رو که ما به نام خدا به شما میدیم، اون چیزی رو که ما به نام دین به شما میدیم، این رو شما باید بخواید و باید این رو اجرا بکنید و غیر از این باید گردن زده بشه. و خانم علاسفندی عزیز، خبرهای دیگه رو در همین عرصه از شما میشنویم. از خانم ریحانه آخرین خبری که هست و بقیه زندانیانی که خطر اعدام تهدیدشون بود. بله ببینید، اخبار که در رابطه با زندان، همون جوری که خودتون فرمودید، خبر خوش ما زیاد نداریم، ولی در رابطه با آرش صادقی و اون همسرشون و اون بهایی، شهروندان بهایی و خیلی ها که الان دستگیر شدن و زندانی شدن، ما میتونیم بعداً راجع بهشون بپردازیم و صحبت کنیم تو برنامه‌های آینده. ولی اون چی که الان من فکر میکنم اضطراری تر از هر چیز دیگر است، ریحانه جباری، همینطوری که همه شما میدونید، حکم اعدام ایشون در واقع صادر شده و ایشون خودشون زیر تیغ اعدام هستند. ولی در رابطه با ریحانه،
ما با کس دیگری، با زندانی دیگری آشنا میشیم به نام سحر ماهابادی که ریحانه در با اینکه خودش جانش در خطره اینجا داره تلاش میکنه برای سحر ماهابادی که اون هم زیر حکم اعدامه و قرار قصاص بشه و بیشتر از هر چیز ریحانه نگران اون هست تا نگران خودش. و اینه که ما یک کمپین سراسری برای نجات جان در واقع تمام کسایی که زیر حکم اعدام هستن، از جمله آقای ارژنگ داوودی، از جمله آقای سهیل عربی. سهیل عربی رو همینطوری که شما همه میدونید ایشون وبلاگ نویسی هستن که به جرم اینکه علیه پیغمبر اسلام مطلب نوشتن ایشون رو میخوان اعدامش کنن. اینه که ما کمپینی که فردا سراسری در تمام دنیا رو اندازی کردیم اینه که برای نجات سحر ماهابادی همه قراره به خیابان بیایم و اعتراض کنیم و نهایت سعی و تلاشمون رو بکنیم در هر کجای این دنیا بیایم بیرون، حتی درون ایران بیایم بیرون و جلوی این اعدام ها رو بگیریم، اعتراض کنیم و خانواده این کسایی رو که میخوان اعدام کنن تنها نذاریم. من سفارشی که دارم و تأییدی که دارم و خواستی که دارم از مردم درون ایران و خارج از ایران اینه که جلوی این اعدام ها رو بگیریم. نجات جان یک انسان نجات بشریت است. پس اگر ما بتونیم یک انسان رو از اعدام نجات بدیم، در واقع همه انسان ها رو نجات دادیم. با سپاس از اینکه شما با وجود کمی وقت به من وقت دادید که بتونم در این باره صحبت کنم و درخواستم رو اعلام کنم. با سپاس از شما و این رو یادآوری بکنم که همراهی شما عزیزان با نهادهایی مانند نهاد مادران علیه اعدام میتونه راه طولانی رو برای رسیدن به لغو اعدام در ایران و دیگر جاهای جهان امیدواریم هموار کنه. نشونی بنیاد مادران علیه اعدام رو بر روی صفحه تلویزیون میبینیم. سپاسی دوباره از شما خانم الاسفندی گرامی و امیدواریم در برنامه‌های آینده بیشتر و بیشتر با ما و بینندگان ما باشیم و در مجالی بیشتر. با سپاس. من هم سپاسگزارم از شما. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظات دیگه با من و شما خواهند بود خانم لادن برومند از بنیاد برومند و در پایان دقایق پایانی برنامه ما گزارشی کوتاه خواهیم داشت در گفتگوی کوتاه با آقای بهمن معالی‌زاده درباره وضعیت ایزدی ها، کورد های ایزدی و ایرانیان پناهجو در مرز اردن و عراق، در جایی که در اونجا حتی سازمان ملل متحد نیز از یاری رساندن به اونها خودداری کرده یا ناتوان هست، اما بنیاد نوروز به سوی اونها رفته و تلاش میکنه که ایرانیانی که فراموش شدن در نومنزلند سرزمینی از نظر قانونی نه عراق هست و نه اردن چه می کنن؟ با آقای معالی‌زاده گفتگو خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند خانم لادن برومند از بنیاد عبدالرحمن برومند، فعال پژوهشگر در عرصه حقوق بشر یا بهتر بگم در عرصه نقض حقوق بشر در ایران. از پاریس به واشنگتن اومدن، در واشنگتن از طریق اسکایپ با من و شما هستند. سلام به شما خانم لادن برومند گرامی. سلام به شما آقای چارلنگی و سلام بر بینندگان ایران فردا. من فقط یک یادآوری برای برخی از بینندگان که احتمالاً آشنایی ندارند داشته باشم، این که بنیاد عبدالرحمن برومند به نام دکتر عبدالرحمن برومند هست، چهره ملی، همراه همیشگی دکتر شاپور بختیار در عرصه مطالبات و خواستای
و مصالح مردم و کشور ایران همیشه فعالیت‌های سیاسی دکتر بروند بوده که سرانجام پیش از دکتر شاپور بختیار در پاریس به قتل رسید. خنجر ولایت فقیه که برندگیش همچون خنجر داعش در عراق و سوریه است و پیش از داعش در پاریس بر گلوی دکتر عبدالرحمن برومند و سپس دکتر شاپور بختیار فرود آمد. زندگی نامه دکتر عبدالرحمن برومند روانش همواره شاد طولانی تر از وقت برنامه ما هست. اما خانم لادن برومند، چندین خبر بوده طی ماهای اخیر جلب توجه میکرده از این بابت که زنانی هستند اعدام میشن، محکوم به اعدام شدن، الان در زندان هستن یا حتی اعدام شدن، که اینها در مقابل خواسته های برخی از مسئولان دولتی به خصوص مسئولان اسلحه به کمر حکومت ایران تسلیم نشدن و به هر حال پاپوش درست کردن یا هر چی. این شما در این زمینه چه خبرهایی دارید؟ چه پژوهش‌هایی که داشتین چه به ما میگه؟ آقای چالنگی، در رابطه با اعدام‌ها به طور کلی و اعدام خانم شهربانو در زندان بابل چند نکته قابل ملاحظه و تذکر هست که باید راجبش صحبت کرد. اول اینکه ما در هفته گذشته در ایران حداقل 10 اجرای حکم اعدام رو مستند کردیم که طبیعتاً نمیدونیم، چون بعضی از احکام وقتی اجرا میشن اعلام نمیشه از نظر رسمی. یکی از این موارد خانم شهربانو بوده. این خانم در حال فیلم برداری بوده در یک منطقه‌ای که ظاهراً یا به ادعای مقامات مواد منفجره انبار شده بوده و روایت رسمی این قضیه اینه که یک مأمور پلیس برای جلوگیری از فیلم برداری به طرف این خانم میره، این خانم فرار میکنه، مأمور دنبال ایشون میدوه و وقتی به ایشون میرسه و به ادعای مقامات رسمی سعی میکنه دوربین رو از ایشون بگیره، این خانم با چاقو اون آقا رو زخمی میکنه برای اینکه خودش رو رها کنه. البته این روایت رسمی قضیه هست و چون در کشور ما شفافیتی در روند دادرسی نیست و چون وکیل و وکلا اصولا حق دسترسی به پرونده و حتی تماس آزاد با متهم رو ندارن و چون ما روایت اون خانم رو نشنیدیم، اون تنها اطلاعاتی که از این قضیه هست اینه که این خانم در مردم این خانم رو جلوش رو نگرفتن، حتی یک نفر سعی کرده اون رو فرار بده و بعد ظاهراً این خانم رو گرفتن و این خانم میگفته که من سعی کردم از خودم دفاع کنم. حالا این تمام این مسئله برای اینه که این احکام اعدام در شرایطی اجرا میشن در ایران که شما اصلا از واقعیت امر اطلاعی ندارید و شما نمیدونید که آیا این مأمور شاید واقعا خواسته تعرض کنه به این زن و او از خودش دفاع کرده و به ناچار این مأمور رو زخمی کرده و در پی جراحاتش این مأمور از بین رفته و در این صورت حکم اعدام به شکلی که در ایران اجرا میشه تبدیل میشه به آلت دست مقامات برای مسائل شخصی و غیره. به همین دلیله که ما در بنیاد برومند به طور کلی با اعدام در ایران مخالفیم، برای اینکه در شرایطی که حقوق متهم نقض میشه و روند دادرسی به هیچ وجه عادلانه نیست و ضوابط و معیارهایی که در امنیت طرفین رو در یک دعوا تأمین میکنه اینها هیچ کدوم مورد احترام نیست و حفظ نمیشه، به هیچ وجه نباید به دولت این توانایی رو داد که اجرای حکم اعدام رو آلت
آلت دست اجرای امیال و هوسرانی های خودش و مامورانش بکنه. و واقعا من امیدوارم که خانواده خانم شهربانو به شکلی با بنیاد عبدالرحمن برومند تماس بگیرن و نگذارن که روایت دولتی و روایت دروغی که ما از اینها میشنویم تنها روایتی باشه که از قضیه فاجعه بار زندگی این زن باقی میمونه. به همین دلیل فکر میکنم که همه اعدام‌ها در ایران این اشکال رو دارن، به علاوه این که در ایران امنیت که تامین نمیشه، جرم و جنایت با این همه اعدام، شما فکر کنید که ما بیش از 500 اعدام در 9 ماه اخیر داشتیم، در 8 ماه بیشتر از ما تعداد اعدام‌ها در ایران نسبت به جمعیت الان از چین هم فکر میکنم بیشتر هست، نیست؟ بله، چین اشکالش اینه که چین هم مثل ایران تعداد زیادی از اعدامهاش رو اعلام نمی کنه. به همین دلیل قیاس مشکله، ولی در هر صورت هر دو کشور به این دلیل که روند دادرسی عادلانه نیست حتی صلاحیت اجرای حکم اعدام و صدور حکم اعدام رو نداره سیستم دادرسیشون. به همین دلیل این کشورهایی که حداقل تضمین‌های روند دادرسی عادلانه درش میسر نیست باید فوراً صدور و اجرای حکم اعدام رو تعلیق کنن. خانم برومند اشاره کردید به بنیاد برومند که تماس بگیرن خانواده بنیاد برومند چه اقداماتی میکنه و کسان دیگه ای که خب فرزندانشون کسانشون اعدام شدن؟ بله، تماس برای بنیاد برومند چه پیامدش چه خواهد بود، یعنی پیگیری چه خواهد بود؟ ببینید، ما وقتی که شما اشاره کردید به قضیه کشتن پدر ما، کسایی که یک عزیزشون رو یا اعدام کردن یا ترور کردن و هیچ گونه دادرسی و دادخواهی براشون میسر نیست، یک بار سنگینی رو وجدانشون برای تمام زندگی ایجاد میشه که واقعا زندگی نزدیکان رو مختل میکنه. ما به عنوان فرزند یک قربانی و به عنوان شهروند ایرانی به این نتیجه رسیدیم که ما خودمون اقلا دست کم میتونیم با بیان حقیقت و مستند کردن حقیقت یک نوع عدالت مدنی رو از طریق جامعه مدنی اقلا میسر کنیم و نگذاریم که روایت ستمکاران یک روایتی باشه که برای تمام تاریخ بمونه از اون ظلمی که شده. به همین دلیل ما یه یادبود درست کردیم. در این یادبود که الکترونیکی هست و در تارنما هست و به دو زبان برای هر قربانی، هر که میخواد باشه، جرمش هر چی میخواد باشه، زن، مرد، جرائم عادی، جرائم سیاسی، آدم خوب، آدم بد، برای ما اصلا فرقی نمیکنه. این چون اون انسان بوده و چون به عنوان متهم حقوق انسانیش در روند دادرسی در ایران نقض شده، ما اون رو قربانی میشناسیم و براش یک صفحه به انگلیسی و یک صفحه به فارسی آماده میکنیم. پرسش این هستش، ببینید به این نکته من وقت بود حتما خواهیم رسید که چرا در ایران چون این هست و در اونجا چون، اما پرسش اینه که تا اونجایی که من اطلاع دارم بنیاد برومند به هر حال در فرانسه و در واشنگتن فعالیت داره. آیا فعالیتاش از جمله این هست که توجه بده به دولت‌ها رو درباره نقض حقوق بشر در ایران، دولت‌هایی مثل دولت آمریکا، دولت فرانسه و جاهای دیگه ای رو؟ بله، برای اینکه این وبسایتی که بنیاد برومند داره نه تنها اعدام ها رو درش مستند میکنه، اگر شما ببینید صفحه اول وبسایت چون مستند کردن و روایت نویسی به دو زبون وقت میبره، به همین دلیل ما آمار رو
به صورت دائم آمار اعدام ها رو در صفحه اول به روز میکنیم و همین الان اگر شما مشاهده کنید میبینید که آمار هست این و بعد این وبسایت و یادبود رو میتونن روش تحقیق کنن، چند نفر برای محاربه با خدا، چند نفر برای جرائم مربوط به مواد مخدر، چند نفر برای جرائم دیگر اعدام شدن. در نتیجه ما یک بانک اطلاعاتی در رابطه با اعدام در اختیار عموم و جهانیان به دو زبان گذاشتیم که بتونن روش کار کنن و طبیعتاً با خبرنامه و ارتباط و گفتگو و تقسیم کردن و به اشتراک گذاشتن تمام اطلاعاتی که جمع میکنیم سعی میکنیم مقامات مسئول در کشورهای دیگه یا افکار عمومی جهان رو توجهشون رو به نقض ابعاد گسترده نقض حقوق بشر جلب کنیم. برحال در این زمینه حتما در برنامه های آینده نیز گفتگو خواهیم کرد، همونطور که اشاره کردند خانم برومن نیز ابعاد خبرها و اتفاقات بسیار گسترده است و بیشتر از وقت ما و وقتهای برنامه های دیگه. امیدواریم روزی چنین نباشه و ما حامل و بازتاب دهنده اخبار خوب و خوش باشیم. سپاسگزار هستم خانم برومن. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگه. با من و شما هستند آقای بهمن معالی‌زاده، بنیانگذار و مدیر بنیاد نیکوکاری نوروز که طی بیش از یک دهه فعالیت داشته در کمک رسانی به ایرانیان پناهجو به خصوص در ترکیه و نیز در عراق. فعالیت‌های آقای بهمن معالی‌زاده و همکارانشون در بنیاد نوروز خیلی بیشتر از وقت برنامه ما هست، اگر بخوایم به یکی که ما بپردازیم امیدواریم در برنامه‌های آینده با ما باشن. به نمایندگی از شما خوش آمد میگیم به آقای معالی‌زاده که در سفری به واشنگتن با من و شما هستند. سلام به شما آقای معالی‌زاده عزیز. درود بر شما جناب آقای چارلنگی و درود بر بینندگان تلویزیون ایران فردا. آقای معالی‌زاده، تا اونجایی که من خبر دارم و احتمالاً بسیاری از بینندگان، بنیاد نوروز در کمک کردن به کردهای ایرانی اهل حق در عراق بسیار فعال بود و اخیراً هم شما سفری به اونجا داشتید. میشه به طور مختصر بگین قضیه چی هست؟ کردهای اهل حق چرا اونجا هستن در مرز نزدیک اردن با عراق؟ همونجور که میدونیم در 22 جون کمپ الولید که یک کمپ ماره کمیسیون عالی پناهندگان هستش در مرز عراق و سوریه، در اون منطقه به توسط داعش گرفته شد اون منطقه و نیروهای مرزی عراق مرز عراق و سوریه رو ترک کردن و باعث شد که نیروهای سوریه اون منطقه رو بمبارانشون بکنن. این تو این هرج و مرج این پناهندهایی که در اون کمپ بودن که 106 تاشون ایرانی بودن از این 127 نفر ناگزیر شدن که اون مرز رو ترک بکنن و برن به طرف مرز عراق و اردن و خودشون رو رسوندن به مرز عراق و اردن در شهر به نام تریبل، اونجا ساکن شدن. خودشون میخواستن وارد خاک اردن بکنن که متاسفانه نیروهای اردنی اجازه ندادن که وارد اردن بشن و در اون کمپ مقرر شدن در همون پشت مرز عراق و اردن. سازمان ملل میگفت که این منطقه تو خاک عراق ما نمیتونیم کمکشون بکنیم و به علت اینه که
استان انبر رو بیشتر داعشی ها گرفته بودن و هرج و مرج بود تو اون منطقه، نه صلیب سرخ نه یونشیار عراق میتونست به این افراد کمک بکنه. وقتی که بنیاد نوروز با مکالمه تلفنی که با اون افراد داشتیم ناگزیر شدیم که خودمون از راه اردن بیایم اونجا و برای این افراد یک کامیون آذوقه تهیه بکنیم و بریم تو این منطقه و برای این خانواده‌های که گفتم بیشترشون مال کرمانشاه هستن، اهل حق هستن و حتی یه خانم دو خانواده هم از خوزستان هستن، برشون کمک ببریم. از خوزستان یعنی از اهل حق یا از صوبیای خوزستان؟ من شنیدم از صوبیای خوزستان هستن و مشکلاتی داشتن و ناگزیر بودن که ایران رو ترک کنن و بیان به طرف عراق. این چندمین بار هست که شما میرید اونجا، درسته؟ اولین بار که ما وارد عراق شدیم در سال 2005 بودش، وقتی که رفته بودم ژنو که به کمیسیر عالی پناهندگان گفتی بکنم درباره پناهندگان ایرانی که در ترکیه هستن و مشکلات ایرانیان رو اونجا بازگو بکنم، یه اداره بود به اداره خاورمیانه شون که اردن و عراق رو پوشش میداد، به ما گفتن که ماها یه مشکلی داریم، مشکلمون این هستش که 651 نفر از پناهنده های ایرانی پشت مرزهای اردن بیش از 2 سال گیر کردن، از 2003 که جنگ شروع شد تا 2005 و دولت اردن اجازه نمیده که این افراد وارد خاک اردن بشن. یعنی همون قسمت به اصطلاح نه عراق نه اردن. و آیا بنیاد شما کاری میتونید برای اون انجام بده؟ من اون موقع با دفتر اولیا حضرت تماس گرفتم و مشکل رو به اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی بیان کردم و از ایشان خواستم که راهنماییمون بکنن و ایشان محبت فرمودن و اردن نامه نوشتن، از ملک عبدالله خواستن که اجازه بدن که این 651 نفر ایرانی که در پشت مرزها هستن اجازه داشته باشن وارد خاک اردن بشن، که در کشور اردن کارای ستلمنتشون بر کشور سوم انجام بشه و این نامه رو نوشتن و از من خواستن که عازم اردن بشم و وزارت وزیر کشور اردن و عموی پادشاه اردن کمکم کردن که من به منطقه برم و این 651 نفر رو ببینم و خوشبختانه اینا وارد خاک اردن شدن، در کمپ الرشید بودن و الان همشون در کشورهای مختلف بیننده برنامه شدن. بسیار از اینا اشاره کردن که به کشورهای مختلف رفتن، اسکاندیناوی و همه جای دیگه. برنامه آینده چه برنامه دارید؟ تا اونجایی که من خبر دارم در ارتباط با ایزدی های عراق هست، برنامه نیکوکاری بنیاد نیکوکاری نوروز. پروژه بعدی ما این هستش که کمک کنیم همونجور که میبینید این داعش ها دارن کسانی که غیر مسلمان هستن و مانند ایزدی ها رو دارن از بین میبرن و رحمی به اینا نمی کنن. با صحبتی که با نماینده ایزدی ها داشتم، ما ایرانی ها، ما بنیاد نوروز، نماینده ایزدی ها یعنی در پارلمان عراق که داشتیم و این بهشون گفتیم که ما میخواییم براتون کمک بیاریم و ما ایران خارج از کشور نمیخواییم بی تفاوت باشیم. اینو 1400 سال پیش وقتی این بلا رو سر ما ایرانی آوردن عرب ها، ما موقع نبودیم کاری انجام میدیم، ولی امروز
میتونیم جلوی چشمون هستیم و میتونیم کمک کنیم به این ایزدی ها و یه حمایتشون بکنیم. سپاسگزار هستیم آقای بهمن معالی‌زاده عزیز، با سپاس از شما در بنیاد نوروز و همینطور همکاران شما که داوطلبانه در این بنیاد کار میکنید، همکاری میکنید با نیات و هدفهای خیرخواهانه و انسان دوستانه. سپاسگزارم جناب چارلاهی که این وقت به من دادید. من از نزدیک شاهد بودم که چه افرادی رو بنیاد نوروز به سامان رساند، تحصیلات دانشگاهیشون در کشورهای اروپایی، آمریکا و در ترکیه، و از نزدیک من شاهد بودم که چه مجروحانی رو، نیازمندانی رو برای خدمات پزشکی که امکان مالی نداشتن به آمریکا آورد بنیاد نوروز و معالجه و درمان کرد، و چه کودکانی رو که ساماندهی کرد آیندهشون رو در مسیری قرار داد که آیندهی روشن داشته باشن، کودکانی که پدر یا مادری بر سرشون متاسفانه نبود در بنیاد نوروز. امیدواریم در برنامه های دیگه با من و شما باشن. با سپاس دوباره از شما. سپاس گذارم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سندوس، سبلان، آسماری، کوهساران، زاگرس، الوند، کوه تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.